گیتا سحرخیز بازیگر سریال کامیون به کارگردانی مسعود عتیابی که نگاهی طنزگونه دارد و در نوروز امسال که سالی متفاوت برای مردم است خنده بر لب بیننده هایش آورده است، بازیگر نقش ملکا در سریال ماه و پلنگ در این سریال نوروزی در کنار بازیگران مطرحی از جمله مهدی هاشمی و لعیا زنگن هنرنمایی می کند. بیتا سحرخیز متولد 21 آذر ماه 1361 در تهران می باشد. او فارغ التحصیل رشته کارشناسی دبیری از دانشگاه تاکستان است. وی ازدواج نکرده و یک خواهر بزرگتر از خود به نام ندا دارد. بیتا سحرخیز درباره ورود به عرصه بازیگری می گوید: من از بچگی این کار رو دوست داشتم، ولی چون خانواده من اهل هنر نبودند و موافقتی هم وجود نداشت که من این حرفه رو انجام بدم، حتی در دوره دبیرستان برای هنرستان هنر اقدام کردم. شرط این بود که یکی از اعضای درجه یک خانواده اهل هنر باشد و برای من اینطور نبود و من به درسم ادامه دادم تا زمانی که بین کاردانی و کارشناسی هم یک سال فاصله افتاد و آن زمان با اصرار فراوان اومدم کلاس‌های بازیگری آقای تاروخ رو شرکت کردم و بعد از این دوره کارشناسی رو خوندم و بازی هم می‌کردم. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1385 با فیلم نسکافه داغ داغ آغاز کرد. وی بیش از این نیز در کلاس‌های بازیگری امین تاروخ نیز شرکت کرده بود. وی با مجموعه ترانه مادری توانست به خوبی شناخته شود و بعد از آن در چندین اثر دیگر به ایفای نقش پرداخت. وی پس از چند سال دوری از تلویزیون در سال 95 در سریال ماه و پلنگ به عنوان بازیگران اصلی در نقش ملکا حضور یافت. آخرین سریال پخش شده او در تلویزیون نیز سریال شکوه یک زندگی است که سال 96 از شبکه 2 پخش گردید و در آن نقش نارگل را ایفا نمود. سحرخیز اولین بار در فیلم فقط چشمهایت را ببند ساخته ی علیرضا امینی بازی کرد و بعد از آن در سریال راه بی پایان جلوی دوربین رفت و به شهرت رسید. او میگوید اگر فیلم فقط چشمهایت را ببند توقیف نمیشد و اکران میشد، فکر میکنم که مسیر زندگی من را کاملا عوض میکرد و اون سکوی پرتاب من میشد، ولی باز هم خدا را شکر میکنم که در جای دیگر این اتفاق افتاد. من از طریق آقای تاروخ برای بازی در نقش مینا در سریال راه بی پایان به همایون اسعدیان معرفی شدم و ایشان در ابتدا در انتخاب من تردید داشتند. ولی وقتی آقای امینی فیلم فقط چشمهایت را ببند را برایشان گذاشتن، ایشان به یقین رسیدن که من از پس نقش برمیایم. البته باید بگویم که خودشان خیلی به من کمک کردند، چون به هر حال من یک بازیگر تازه کار بودم و یک سری خامی ها وجود داشت. ایشان با تمریناتی که می کردن سعی می کردن روی آنها را بپوشانند و خیلی کمک بزرگی بود. این سکو سکوی خوبی بود. او درباره روزهای غمگین زندگیش می گوید روزهای غمگین در زندگیش زیاد بوده، ولی الان سعی می کنم هیچ روزی غمگین نباشد. اسم روزم رو غمگین نمیذارم، اسمش رو میذارم روزی که خدا خواسته این اتفاق بیفته و من نباید غمگین باشم. این مصلحت خدا بوده و فکر میکنم از این به بعد روز غمگین توی زندگیم نخواهم داشت. ضمن این که در تلویزیون کارهای راه بی پایان و ترانه مادری رو در کارنامه دارد. در عالم بازیگری گرچه پرونده کاریش تنها به چند کار محدود می شود، اما همان چند کار کافی است تا بیتا سحرخیز را به چهره شناخته شده ای تبدیل کند. مینای راه بی پایان، مهسای همخانه و البته بیش از همه نغمه ادیب، او چنان در سریال ترانه مادری در نقش نغمه ادیب فرو رفته که حتی اختلاف سنیش با محسن افشانی چندان به چشم نمی آید.
کامیون مجموعه تلویزیونی شیرین و طنز است که به مسائل اجتماعی و روزمره 3 دانشجو و 1 راننده کامیون می‌پردازد. این مجموعه در 30 قسمت 42 دقیقه‌ای برای پخش در نوروز 99 تهیه شده و از جمعه 1 فروردین ساعت 21 از شبکه 2 پخش آن شروع شده است. کامیون با بازی مهدی هاشمی، لعیا زنگنه، جهانبخش سلطانی، بیتا سحرخیز، سپند امیر سلیمانی، نادر سلیمانی، علی عامل هاشمی، بهنام شرفی، هادی مرتضی‌زاده، ماهان عبدی، کامیاب دانشپور، شهاب عباسی، سیاوش مفیدی، گیتا قاسمی، شیبا خسرومهر، خشایار راد، آرزو نبوت، فرهاد بشارتی، مهسا طهماسبی، شیدا یوسفی، فرج الله گلسفیدی، مرتضی نجفی، مهدی پتکی، حدیث نیکرو، زهره فکور صبور، امیر حسین صالحی، بهناز یادگاری، عباس محبی و امید روحانی روی آنتن می رود. این مجموعه طنز درباره یک پیشکسوت فوتبال است که مدتی روی کامیون باربری کار می کند و پس از آشنایی با 3 دانشجو که صاحب خانه به دلیل مشکلاتی اساسیشان را به خیابان ریخته است درگیر ماجراهایی می شود. مسعود عتیابی کارگردان تگزاس درباره حضورش در تلویزیون و ساخت سریال کامیون گفت: احساسم این بود که جامعه نیاز به شادی و نشاط دارد و تلویزیون رسانه فراگیری است که میتوان با ساخت آثاری طنز لحظات شادی را برای مخاطب فراهم آورد. تنها دلیل من برای کارگردانی مجموعه تلویزیونی ایجاد لحظاتی مفرح برای مخاطب بود. از میان پیشنهاداتی که صورت گرفت، سریال نوروزی را پذیرفتم. بیتا سحرخیز بازیگر نقش ملکا در سریال ماه و پلنگ هنگام اسب سواری در بهشهر دچار سانحه شد و با شایعاتی این حادثه همراه بود و در اصل ماجرا چیز دیگری بوده است. بیتا سحرخیز بازیگر سریال شکوه یک زندگی پس از حادثه در حین فیلم برداری در این سریال بعد از چند ساعت بستری شدن در بیمارستان امام خمینی بهشهر و انجام معاینه پزشک و سی تی اسکن مرخص شده بود. رضا بهشتی کارگردان مجموعه تلویزیونی شکوه یک زندگی در خصوص آسیب دیدگی بیتا سحرخیز بازیگر نقش نارگل در این سریال گفته بود که خوشبختانه مشکل جدی به جز کوفتگی پا وجود ندارد. آسیب دیدگی پیش آمده در پی سوارکاری این بازیگر در صحنه تصویربرداری سریال در شمال کشور بود. سحرخیز در طول این سالها در فیلم و سریال‌هایی همچون عید امسال، نون و ریحون، گام‌های معلق، مهمانان ویژه، بهار قبل و بعد، همخانه نسکافه داغ داغ، انعکاس، خبر خاصی نیست بازی کرده است. سریال ماه و پلنگ به کارگردانی احمد امینی و بازی بیتا سحرخیز از شبکه 3 پخش شده است. سحرخیز یکی از 3 جوان نقش اصلی قصه است که نقش ملکا را ایفا می کند. ملکا وکیل است و یک دختر امروزی. همین بهانه ای شد تا با او به گفتگو بنشینیم. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که سحرخیز جزو کسانی است که سخت تن به مصاحبه می‌دهد و مصاحبه با او به سماجت و پیگیری زیادی نیاز دارد. او درباره دوری از تلویزیون و بازگشت به آن بعد از 4-5 سال می‌گوید: من حدود 4 سال در هیچ سریالی بازی نکرده بودم. راستش سعی کردم تأمل کنم و با یک نقش خوب به تلویزیون برگردم که خوشبختانه این اتفاق افتاد و بعد از بازی در فیلم سینمایی خبر خاصی نیست تنها فیلمنامه‌ای که میتوانست من را برای بازی ترغیب و حالم را خوب کند سریال تلویزیونی ماه و پلنگ بود.
دلیل اینکه من بازی در این اثر را پذیرفتم در ابتدا وجود آقای امینی در کسوت کارگردانان بود. فیلمنامه هم نوشته سعید مطلبی است که بسیار گیرا بود. علاوه بر آن در دفتر آقای زرینکوب همیشه کارهای خوب ساخته می شود. به همین دلیل خیلی دوست داشتم بعد از مدتها یک نقش خوب بازی کنم که ملکا چنین ویژگی هایی را داشت. ملکا دختری است که استقلال دارد و امروزی است. از سوی دیگر او وکیل است و بعد از آنکه پرونده ای را قبول می کند وارد یک بازی می شود که خودش هم نمی خواهد و در این باره بی تقصیر است. البته باید تأکید کنم مخاطب به مرور و با پیشرفت قصه خواهد دید ملکا درگیر چه داستان هایی می شود.